به نام خدا. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای چنل مسلمان تیوی خوش اومدین. شما در اینکه دختر به دنیا بیاید یا پسر اختیاری ندارید، یعنی تعیین جنسیت شما جبریه. همچنین در اینکه خانواده ثروتمندی داشته باشید و از فقر در امان بمونید هم نقشی ندارید. اما آیا میشه شرایط رو تغییر داد؟ و به قول معروف میشه ادعا کرد که سرنوشت رو میشه از سرنوشت؟ شما چی فکر میکنید؟ تا حالا پاسخ مناسبی برای این سوال پیدا نکردید؟ دوست دارید یک بار برای همیشه جواب درستی بگیرید و تکلیف خودتون رو بدونید؟ پس با من همراه باشید تا پاسخ این سوالات رو بهتون بگم. قبل از تماشای ادامه برنامه و برای حمایت از ما، این ویدیو رو لایک کنید و چنل مسلمان تیوی رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنه. و اگه گوشی شما به زبان فارسی هست، روی دکمه مشترک شدن کلیک کنید. بعضیا از بخت سیاه و گرفتاری در زندگی ناله ناامیدی سر میدن و میگن مهر بدبختی بر پیشونی ما خورده و تا دنیا دنیاست این ماییم و بیچارگی هامون که باید باهاشون در فقر و نداری و درموندگی بسوزیم و بسازیم. در واقع این افراد معتقدن که خدا شرایط رو جوری رقم زده که برخی در پر قو و در ناز و نعمت باشن و برخی در تب فقر و نداری بسوزن. اینجاست که بحث جبر و اختیار پیش میاد. بحث جبر و اختیار از حساسترین، دقیقترین و بحث برانگیزترین مباحث رایج میان اندیشه ها و جهانبینی های رایج در دنیاست. در رابطه با اعمال و کنش های انسان در زندگی سه دیدگاه وجود داره. یک، دیدگاه اشعری ها یا همون جبریون. طبق این دیدگاه انسان اراده‌ای از خود نداره و تمام افعال او مستقیماً به اراده خداست، بدون اون که انسان اندک نقشی در بود و نبود عمل داشته باشه. طبق این دیدگاه هر عملی از انسان سر بزنه در واقع عمل او نیست، بلکه خداونده که از مجرای انسان اون عمل رو انجام داده. طبق این نگرش انسان شبیه یک دستگاه مکانیکیه که تمام حرکات و سکناتش از خارج کنترل میشه. اشکالاتی بر این دیدگاه وارده، از جمله اینکه هر انسانی در درون خودش قدرتی رو حس میکنه که در برابر راه‌های گوناگون یکی رو انتخاب میکنه و دیگری رو کنار میگذاره و همین بهترین دلیل برای اختیار انسانه. همچنین در متون دینی هر انسانی مسئول اعمال و کنش‌های خودش معرفی شده و بر همین اساس خداوند کیفر و پاداش رو برای مجرمان و صالحان قرار داده، در حالی که اگه اعمال انسان جبری و بدون اختیار بود دیگه پاداش و کیفر معنا نداشت. دو، دیدگاه معتزله. معتزله در برابر اشاعره معتقد به وجود اختیار در انسان هستند، ولی اینها چنان افراطیان که دیگه هیچ جایگاهی برای اراده حق تعالی در افعال انسان قائل نشدند و قلمرو کنش‌های بشری رو برای پروردگار منطقه ممنوعه اعلام کردند، به طوری که گویی نعوذ بالله خداوند هرگز توان دخالت در افعال آدمی رو نداره. اشکال این دیدگاه روشنه، چون مخالف قدرت مطلقه پروردگار و توحید افعالیه. سه، مکتب ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین. در مقام دو نقطه نظر تفریطی و افراطی که اشاره کردم، ائمه اطهار مسئله امر بین الامرین رو مطرح نمودن که در اون هم اختیار آدمی محفوظه و هم توحید افعالی و قدرت مطلقه الهی. بر اساس این دیدگاه همونطور که وجدان حکم میکنه آدمی مختار آفریده شده و برای همین مسئول اعمال خودشه. از طرف دیگه اینطور نیست که کاملا رها شده باشه و خداوند توان تأثیر در اعمال او رو نداشته باشه. با این حال شبهه میشه خداوند از ازل از اون چه اتفاق میفته آگاهه و هیچ حادثه‌ای نیست که از علم ازلی الهی پنهان باشه. از طرفی علم الهی تغییر ناپذیره، پس اگه ما گناهکار یا فقیر هستیم خدا میدونسته و این یعنی ما در جبر هستیم و اختیار و اراده‌ای
نداریم. اما بریم جواب این شبهه را بدیم. این اشکال از اونجا پیدا شده که برای علم الهی و اسباب و مسببات جهان حساب جداگانه فرض شده. یعنی چنین فرض شده که علم الهی در ازل به طور تصادفی به وقوع حوادث تعلق گرفته و بعد برای اینکه این علم درست از آب در بیاد و خلافش واقع نشه لازم اتفاقات جهان تحت مراقبت قرار بگیره تا با نقش قبلی یکی باشه. اما باید توجه کنیم علم ازلی الهی از نظام اسباب و مسببات جهان جدا نیست. علم الهی به طور مستقیم و بلاواسطه نه به وقوع حادثه‌ای تعلق میگیره و نه به عدم وقوع اون. علم ازلی الهی علم به صدور معلولات از علل خاص اونهاست. یعنی اگر شما کبریتی روشن کنید و روی هیزم بندازید اون هیزم آتیش میگیره و خداوند به این علم داره. پس علم ازلی که به افعال و اعمال انسان تعلق گرفته به معنی اینه که او از ازل میدونه که چه کسی به موجب اختیار و آزادی خود طاعت میکنه و چه کسی معصیت میکنه. به عبارت ساده تر انسان نه مختار 100% مثل چیزی که معتزله اعتقاد دارن و نه مجبور 100% مانند باور اشاعره، بلکه حالتی بین این دو حالته و اگه قرار بود خدا جلوی گناه کردن انسان رو بگیره این با اراده و اختیار آدم و فلسفه آفرینش هستی در تضاد بود. انسان وقتی دارای ارزش و مقامه که با اختیار گناه نکنه. فرض کنید شما لوکوموتیورانی هستید که با یک دستگاه قطار برقی در حال مسافرتید و هر لحظه قطار انرژی برق رو از مولد مرکزی دریافت میکنه. شما مختارید و میتونید با هر سرعتی حرکت کنید و هر زمان که خواستید سرعتتون رو تغییر بدید. ولی کسی در مرکز مولد برق ارسال برق رو کنترل میکنه. هر لحظه میتونه شما رو متوقف کنه. چون تمام قدرت و نیروی شما از همون برقیه که از جانب او به شما میرسه. البته در نظر داشته باشید که برقی کارها مثل صله رحم یا صدقه دادن میتونه مناسبات عادی عالم رو به هم بزنه. مثلا در روایت داریم که صله رحم سبب افزایش و طول عمر میشه یا صدقه روزی رو زیاد میکنه و دفع کننده بلاست. جالبه بدونید یکی از ثروتمندترین افراد جهان تا 39 سالگی کارگر یک کارخانه لاستیک سازی بوده. پس میشه شرایط رو تغییر داد. این مستلزم اراده، دانش، همت و پشتکاره که باید خواست خدا هم در اون باشه. اما اگر هرچی تلاش میکنید و پیشرفت ندارید توصیه میکنم کلیپ فقر و گرفتاری نتیجه اعمال رو که لینکش رو آخر همین ویدیو قرار میدم حتما تماشا کنید. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودین. تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون.